شرکت آریان موتور پویا به عنوان زیر مجموعی از گروه مدیریت سرمایه آریان که یکی از پرچمداران عرصه توزیع خودرو در ایران به حساب می آید، نماینده انحصاری واردات و توزیع محصولات کمپانی میتسوبیشی در ایران می باشد. جوهره برند میتسوبیشی یعنی الماس در قلب تجارت ما ثبت شده است و ما را وامی دارد که در عرصه نوآوری تا فتح تمامی مرزها پیش رفته و نیازهای مشتریانمان را به بهترین نحو پاسخگو باشیم. از اینکه آریان موتور را به عنوان شریک تجاری خود انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم. خودروی لنسر یک خودروی سدان با 140 اسب بخار قدرت می باشد. لنسر یک خودروی اسپورت پویا با کارایی جاده‌ای هیجان انگیز و چابک است که این ویژگی ها را مدیون طراحی دقیق، موتورهای کارا و گیربکس CVT خود می باشد. برای ایمنی و آسایش شما در این خودرو از آخرین نسل تجهیزات شامل فرمان الکتریکی، 7 کیسه هوای ایمنی، سنسور نور و باران و AFS استفاده شده است. در ادامه این فیلم آموزشی به معرفی اولیه خودروی لنسر می پردازیم. درب موتور خودرو. برای باز کردن درب موتور قبل از هر اقدامی از خاموش بودن خودرو اطمینان حاصل نمایید. از داخل دستگیره کنترل را که در سمت چپ زیر داشبورد قرار دارد به سمت خود بکشید. از بیرون زبانه ایمنی را به چپ بکشید و درب موتور را باز کنید. جعبه فیوز، مخزن روغن ترمز، باتری، مخزن مایه خنک کننده موتور، گیج روغن موتور، درپوش روغن موتور، مخزن مایه شیشه شوی، مخزن ذخیره مایه خنک کننده رادیاتور. برای بستن درب موتور آن را پایین بیاورید و در انتهای مسیر رها کنید. صندلی و کمربند ایمنی. صندلی های جلو. صندلی جلوی خودرو در سمت راننده برقی بوده و دارای 8 وضعیت تنظیم می باشد. تنظیم طولی، ارتفاع، شیب و زاویه صندلی. گرم کن صندلی. گرم کن صندلی دارای 3 وضعیت خاموش با شدت کم و با شدت زیاد می باشد. صندلی سمت سرنشین دستی بوده و دارای گرم کن صندلی می باشد. تنظیم ارتفاع و زاویه پشت سری. صندلی های عقب و مجموعه کنسول عقب. برای خواباندن پشتی صندلی عقب و افزایش حجم فضای بار خودرو با کشیدن دستگیره تکیه‌گاه صندلی، قفل صندلی را آزاد کرده و آن را در وضعیت خوابیده قرار دهید. با بازگرداندن صندلی به حالت اولیه خود، صندلی در جای خود قفل می شود. هنگام جاگذاری دوباره صندلی دقت کنید کمربندها در محل مناسب خود قرار گیرد. کمربند ایمنی خودرو و تنظیم ارتفاع آن.
کیسه هوا. این خودرو دارای 7 کیسه هوا می باشد. کیسه های هوای جلو که شامل کیسه هوای داخل فرمان، زیر فرمان و داشبورد مقابل سرنشین می باشد. در هنگام فعال بودن کیسه های هوای سرنشین جلو، از قرار دادن کودک و صندلی کودک روی صندلی جلو جدا خودداری نمایید و همچنین دقت داشته باشید که در هنگامی که سویچ خود رو بسته باشد، کیسه هوا عمل نخواهد کرد. کیسه های هوای جانبی، کیسه های هوای پرده‌ای. برای عملکرد صحیح کیسه های هوا در محدوده عملیات آنها هیچ وسیله قرار ندهید. استفاده از روکش صندلی مانع عملکرد صحیح کیسه های هوای جانبی صندلی می شود. سیستم روشنایی خودرو، چراغ های جلوی خودرو. خودروی لنسر دارای سیستم چراغ‌های همراه تا منزل، چراغ‌های استقبال، چراغ روز، روشن شدن خودکار چراغ‌ها و چراغ‌های تقاطع می‌باشد. چراغ روز با روشن شدن موتور روشن می‌شود. همچنین این خودرو مجهز به چراغ‌های قابل انطباق و سیستم تنظیم ارتفاع چراغ‌های زنون می‌باشد که درجه آن بر اساس میزان بار خودرو و جهت جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان تنظیم می‌گردد. چراغ‌های جلو مجهز به شیشه شور می‌باشند که با فشردن دکمه روی اهرام برف‌پاک‌کن فعال می‌شود. دقت داشته باشید که برای عملکرد این سیستم چراغ باید در وضعیت روشن قرار داشته باشد. فلاشر. جهت فعال شدن چراغ همراه تا منزل، تا 1 دقیقه پس از خاموش شدن موتور نور بالای خودرو را 1 لحظه فعال نمایید تا پس از قفل شدن خودرو چراغ ها تا مدت زمان معینی روشن بمانند. در صورتی که حلقه انتخاب حالت چراغ‌ها در وضعیت اتوماتیک قرار داشته باشد، چراغ‌های همراه تا منزل به صورت خودکار فعال خواهند شد. در هنگام گردش فرمان، چراغ‌های تقاطع جهت دید بهتر راننده به صورت خودکار روشن می‌شوند. حلقه انتخاب حالت چراغ اصلی دارای 4 حالت خاموش، اتومات، چراغ کوچک و نور پایین می باشد. حلقه انتخاب مهشکن با 2 بار حرکت به جلو و عقب به ترتیب مهشکن‌های جلو و عقب خودرو را روشن و خاموش می کند. نور بالا و راهنماها نیز با انتقال اهرام اصلی به جهت بالا، پایین و داخل فعال می شود. دکمه شیشه شوی چراغ‌های جلو. چراغ‌های موقعیت عقب خودرو. چراغ موقعیت عقب. چراغ ترمز. مهشکن عقب. راهنما. راهنما دارای 2 عملکرد می‌باشد. راهنمای تغییر مسیر که با فشردن آرام دست راهنما به سمت بالا یا پایین چراغ راهنما 3 بار چشمک می‌زند و راهنمای اصلی که با فشردن کامل دست راهنما فعال می‌شود. چراغ دنده عقب. چراغ‌های مطالعه جلو. چراغ سقف جلو. در نور کم چراغ‌های محیط، محدوده کنسول، زیر پا و درب‌ها را به صورت خودکار روشن می‌کنند. استارت خودرو.
استارت خودرو دارای 4 وضعیت خاموش، نیمه باز، روشن و راه اندازی می باشد. در وضعیت روشن می توان از امکانات برقی خودرو استفاده کرد. برای راه اندازی موتور دنده را در وضعیت پی قرار دهید و پدال ترمز را به صورت کامل فشار دهید. برف پاک کن. اهرام برف پاک کن دارای وضعیت‌های خاموش، خودکار، معمولی و سریع می باشد. با حرکت دادن اهرام کنترل برف پاک کن به سمت بالا، تنها تیغه‌ها تا زمان نگه داشتن اهرام فعال خواهند بود. با فشار دادن کنترل برف پاک کن به سمت داخل، آب پاش و تیغه‌ها فعال می شوند. در وضعیت خودکار حساسیت برف پاک کن بر اساس حلقه میزان حساسیت سنسور باران تنظیم می گردد. شیشه های خودرو. هر 4 شیشه این خودرو برقی و شیشه راننده دارای عملکرد اتوماتیک می باشد. کلیدهای کنترل شیشه بالابرهای برقی تا حدود 45 ثانیه پس از بستن سوئیچ قابل استفاده هستند. به جهت ایمنی کودکان می توان عملکرد شیشه های عقب را غیر فعال کرد. آینه های خودرو. آینه های جانبی خودرو برقی بوده و دارای سیستم یخ‌زدایی می باشند که با فشار دادن کلید یخ‌زدایی شیشه عقب فعال می شوند. تا شدن و باز شدن آینه به صورت دستی صورت می پذیرد. تغییر وضعیت آینه دید عقب بر اساس شدت نور خودروی عقب. آفتابگیرهای خودرو نیز دارای آینه می باشند. ریموت کنترل و قفل خودرو. به همراه این خودرو 2 عدد ریموت الکتریکی عرضه می گردد. با زدن دکمه قفل تمامی درها قفل می شوند. با زدن دکمه باز کردن قفل خودرو تمامی درها باز می شوند. با نگه داشتن دکمه باز کردن قفل صندوق تمامی درها از جمله درب صندوق باز می شوند. در این حالت برای بستن مجدد درهای خودرو باید درب صندوق عقب را به صورت دستی ببندید و اگر هر کدام از درب‌های خود را از جمله درب صندوق عقب باز بماند، دکمه قفل ریموت عمل نخواهد کرد. این خودرو دارای سیستم پاور ویندوز نیز می باشد. دکمه قفل مرکزی خودرو. برای قفل کردن درب‌های خودرو توسط ریموت، دنده باید در وضعیت پی قرار داشته باشد. سانروف خودرو. این خودرو دارای سانروف دو حالته می باشد. با نگه داشتن دکمه سانروف می توان آن را در وضعیت نیمه باز نیز قرار داد.
دوربین و سنسورهای خودرو. سپر عقب مجهز به 4 سنسور پارک و دوربین دنده عقب می باشد که در هنگام تغییر وضعیت دنده به وضعیت آر به صورت خودکار فعال و با تغییر وضعیت دنده غیر فعال می شود. سنسور نور و باران. فرمان خودرو. تنظیم قربیلک فرمان. بوق خودرو. کروز کنترل. برای فعال شدن سیستم کروز کنترل حداقل سرعت باید 40 کیلومتر بر ساعت باشد و گیربکس در حالت دی قرار داشته باشد. دکمه کروز را فعال کنید. پس از رسیدن به سرعت مناسب با کلید برنامه‌ریزی سرعت سیستم کروز را فعال کنید. با دکمه وقفه سیستم کروز را موقتا غیر فعال کنید. با استفاده از دکمه فعال شدن مجدد کروز را مجددا فعال کنید. با استفاده از دکمه‌های مثبت و منفی سرعت ثبت شده را تغییر دهید. با فشردن مجدد دکمه کروز سیستم کروز را خاموش کنید. در سرازیری‌های شدید کروز کنترل خود را از افزایش سرعت تنظیم شده جلوگیری نخواهد کرد. به دلایل ایمنی با فشردن پدال ترمز و یا فعال شدن سیستم پایداری خودرو عملکرد کروز کنترل غیر فعال می شود. با فشردن پدال گاز نیز می توان از سرعت برنامه ریزی شده فراتر رفت. اما با رها کردن پدال گاز سرعت به میزان تنظیم شده برخواهد گشت. فرمان صوتی خودرو. پاسخ به تماس صوتی. اتمام و یا رد تماس صوتی. تغییر منبع صوتی و یا وضعیت‌های مختلف سیستم صوتی. کم کردن صدا، زیاد کردن صدا. تغییر آهنگ و یا فرکانس رادیو. آمپرها و نمایشگرهای خودرو. پشت آمپر خودرو. دکمه A تنظیم شدت نور. پنجره چپ شامل دور سنج، نشانگر باتری، فعال بودن ترمز دستی، کمربند ایمنی راننده و سرنشین، سیستم ایبیابی خودکار، خطا در سیستم سنسورهای خودرو، خطا در سیستم کنترل پایداری خودرو، وجود خطا در سیستم روشنایی خودرو، فشار روغن موتور، سیستم هشدار فرمان برقی، نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور، مسافت طی شده، نمایشگر موقعیت دنده، گیج بنزین، چراغ هشدار سیستم SRS، سرعت سنج، سطح حداقل سوخت. چراغ نور پایین. چراغ مهشکن جلو. چراغ مهشکن عقب. راهنما. نور بالا. وضعیت کامپیوتر سفریه 1. وضعیت کامپیوتر سفریه 2. کیلومتر باقی مانده تا اتمام سوخت. زمان و کیلومتر باقی مانده تا اعزام به نمایندگی. کیلومتر خودرو. فلاشر. هشدار سنسورهای خودرو. تغییر وضعیت گیربکس.
فعال و غیر فعال شدن ترمز دستی، هشدار باز بودن کمربند ایمنی. چراغ هشدار روشن و یا خاموش بودن کیسه هوای سرنشین. چراغ هشدار کمربند صندلی سرنشین. تنظیمات خودرو. سیستم کنترل دینامیک پایداری. غیر فعال شدن سنسورهای خودرو. چراغ نارنجی نشانگر غیر فعال شدن هر کدام از سیستم ها و چراغ سبز نمایانگر فعال بودن سیستم می باشد. باک خودرو. ظرفیت مخزن سوخت در حدود 60 لیتر می باشد. اهرام باز کردن مخزن سوخت. طریقه باز و بسته کردن مخزن سوخت. در هنگام اخطار پایین بودن حجم سوخت خودرو، حدود 6 لیتر در باک خودرو سوخت باقی مانده است. سیستم تهویه. تنظیم دما. کلید انتخاب منبع ورود هوا. سیستم تهویه مطبوع. عملکرد اتوماتیک. افزایش یا کاهش جریان هوا. یخ‌زدایی و بخارزدایی شیشه عقب و آینه ها. تنظیم دریچه های ورود هوا. سیستم صوتی. میکروفون های خودرو. این خودرو دارای سیستم رادیو، سی دی، بلوتوث کال، AUX و USB می باشد. صفحه نمایش سیستم صوتی لمسی می باشد. رادیو. بلوتوث. خانه. تنظیمات. فرمان صوتی خودرو. تنظیم بلندی صدا. اتصال تلفن همراه. برای اتصال تلفن همراه، بلوتوث موبایل خود را روشن کرده و آن را در وضعیت قابل رؤیت قرار دهید. از منوی اصلی سیستم صوتی، فون و سپس پیر دیوایس را انتخاب نمایید. بعد از مطابقت کد ورودی یکسان، دکمه تایید روی گوشی را بزنید تا اتصال با سیستم بلوتوث خود را با نام هندز فری سیستم برقرار شود. حال شما می توانید از طریق سیستم صوتی تماس تلفنی برقرار نمایید و یا به آهنگ های موجود در گوشی از طریق سیستم صوتی خود را گوش دهید. پایان تماس صوتی. پاسخ به تماس صوتی. غیر فعال کردن میکروفون داخلی خودرو. انتقال تماس صوتی.
پایان تماس صوتی. گوش دادن به آهنگ روی گوشی از طریق سیستم صوتی خودرو. قطع موقت. تغییر ترک. قطع صدا. خاموش کردن سیستم صوتی. محل قرارگیری USB. تجهیزات و تزیینات داخلی خودرو. محفظه نگهداری وسایل. پورت USB. جافندکی خودرو. جالیوانی. کنسول خودرو. کنسول خودرو دارای جا عینکی می باشد. جالیوانی. داشبورد خودرو. آنتن خودرو. طریقه نصب آنتن خودرو. دنده خودرو. این خودرو دارای گیربکس 6 سرعته اتوماتیک CVT با قابلیت تعویض دستی دنده می باشد. پارک. دنده عقب. حالت خلاص. عملکرد اتوماتیک. عملکرد دستی. این خودرو دارای سیستم کمک به شروع حرکت در شیب می باشد. برای عملکرد دستی دنده خودرو در حالی که دنده در وضعیت دی قرار دارد، با یک بار فشردن هر کدام از شیفترهای تعبیه شده در دو طرف فرمان خودرو در حالت دستی قرار می گیرد. هر بار فشردن شیفتر سمت چپ دنده را یک شماره سنگین و هر بار فشردن شیفتر سمت راست دنده را یک شماره سبکتر می کند. برای بازگشت به وضعیت اتوماتیک شیفتر سمت راست را 3 ثانیه نگه دارید. ترمز دستی. فعال شدن ترمز دستی. غیر فعال شدن ترمز دستی. صندوق عقب. درب صندوق این خودرو از طریق دکمه صندوق پران و یا دوبار فشردن دکمه صندوق روی ریموت باز می شود. دکمه صندوق پران در شرایطی که دنده در وضعیتی غیر از پارک باشد عمل نخواهد کرد. در صورتی که سویچ خودرو باز باشد دکمه صندوق روی ریموت کار نخواهد کرد. مواقع استرار. محل قرارگیری بوکسل بند عقب. محل قرارگیری بوکسل بند جلو. هرگاه ریموت خودرو به دلایل نقصی فنی عمل نکرد، با کلید یدکی درب خودرو را باز نمایید. مثلث خطر و کپسول آتش نشانی. در هنگام پنچری خودرو
ابتدا خودرو را در محل امنی پارک نمایید. مثلث خطر را در محل مناسبی با حداقل فاصله 10 متر از خودرو قرار دهید. جک و آچار و سایر ملزومات را از محل خود خارج نمایید. زاپاس خودرو را از محل خود خارج کرده و کنار خودرو قرار دهید. جک را در محل خود قرار دهید. با استفاده از آچار خودرو پیچ‌های لاستیک را باز نمایید. لاستیک را تعویض نموده و پیچ‌ها را ببندید. در اولین فرصت نسبت به تعمیر لاستیک اقدام نمایید. قفل دنده خودرو. به دلایل ایمنی هرگاه سویچ خودرو بسته باشد، دنده خودرو در وضعیت پارک قفل خواهد بود. در شرایط اضطراری در پوش قفل را بردارید و به وسیله یک آچار قفل دنده را آزاد نمایید. قفل کودک داخل درب عقب. با فعال شدن این قفل درب عقب از داخل باز نخواهد شد. کلید غیر فعال سازی ایربگ سرنشین.